سرخط مهمترین خبرها. نهمین دور کمپاین واکسین پولیو در 20 ولایت کشور قرار است در این دور 8.8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین پولیو دریافت کنند. نن دوی شمې ورځ د هیواد په نږدې شلو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به 18 میلیونه ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي. و هشدار برنامه جهانی غذا از وضعیت بغرنج اقتصادی در افغانستان. این نهاد با نشر گزارش گفته سوی تغذیه حاد در 25 ولایت افغانستان از حد اضطرار عبور کرده. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من سید رضا مبارز هستم. شما را دعوت می کنم به بسته خبر این ساعت از تلویزیون تمدن. امیرخان متقی سرپرست وزارت خارجه و حسین امیر عبداللهیان وزیر خارجه ایران پیرامون گسترش روابط دیپلماتیک میان کابل تهران و افزایش سطح تجارت و ترانزیت میان دو کشور بحث و گفتگو کردند. آقای متقی همچنین در گفتگو با رسانه ها روابط میان افغانستان ایران را خیلی خوب توصیف کرده. او درباره ظرفیت بندر چابهار نیز گفته نه تنها افغانستان بلکه آسیای میانه باید از طریق این بندر با هم وصل شود. دیدار سرپرست وزارت خارجه با وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران در تهران، دیداری که دو طرف پیرامون توسعه روابط دیپلماتیک، افزایش سطح تجارت و گسترش روابط اقتصادی میان کابل و تهران بحث و گفتگو کردند. آقای متقی در اینجا نیز در گفتگو با رسانه ها روابط میان افغانستان و ایران را خیلی خوب توصیف کرد. روابط بین جمهوری اسلامی ایران و امارت اسلامی افغانستان خیلی خوب است. در هر دو کشورها سفارتخانه ها و کنسولگری فعال است. روابط سیاسی هم داریم، روابط اقتصادی هم روز به روز خوبتر میشه و کوشش هر دو کشورها همی است که چطور در عرصه های مختلف پیشرفت داشته باشیم و با یک دیگه خیر برسانیم. آقای متقی در رابطه با ظرفیت سازی بندر چابهار برای افغانستان نیز گفت نه تنها افغانستان بلکه آسیای میانه باید از طریق چابهار با هم وصل گردد. ما می خواهیم که هسته نه تنها افغانستان از بندر چابهار استفاده بکنه، ولی ما می خواهیم که از طریق افغانستان آسیای میانه به شمول چین هم وصل شود و از چابهار استفاده شود. آگاهان اقتصادی نیز معتقدند که بندر چابهار از اهمیت استراتژیک برای ایران و افغانستان برخوردار بوده و توسعه روابط اقتصادی میان کابل و تهران با مزیت‌های فراوانی برای هر دو کشور به همراه است. گسترش ترانزیت و ترانسپورت افغانستان در فاز واردات و صادرات میتونه که مزیت‌های وافر اقتصادی را هم به ایران و هم به افغانستان از طریق بندر چابهار داشته باشد. و همچنان گسترش سرمایه گذاری های دو جانبه بین دو کشور همسایه دارای مزیت های استراتژیک اقتصادی به هر دو کشور بوده میتونه. سرپرست وزارت خارجه در رابطه با پرسش درباره زبان های فارسی و پشتو نیز گفت هر دو زبان جزء زبان های رسمی افغانستان است و اگر در جای لوحه فارسی پایین آورده شده کار افراد مغرض بوده است. زبان فارسی و زبان پشتو هر دو زبان های رسمی افغانستان هست و با اون شکل که بود و اون شکل جریان داره و در این باره نه کدام فرق آمده و نه کدام تبعیض وجود داره و هنوز هم کوشش جریان داره که هر دو زبان غنی تر شود. از سوی هم رسانه های ایرانی از دیدار حسن کاظمی قومی سرپرست سفارت ایران در کابل با امیرخان متقی خبر دادند. گفته شده دو طرف درباره هماهنگی بیشتر برای حفظ امنیت مرزی گفتگو نموده و برای حل مشکلات مهاجرین افغان در ایران به ایجاد یک مکانیزم به توافق رسیدند. کمپاین واکسین پولیو از امروز دوشنبه در 20 ولایت کشور آغاز شد. قرار است در این دور 8.8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین پولیو دریافت کنند. سخنگوی وزارت صحت عامه همچنان گفته این کارزار در 42 ولسوالی زون شرق به دلیل تحت پوشش قرار دادن کودکان زیر 10 سال از تاریخ 23 تا 29 ماه دسامبر به مدت 7 روز ادامه خواهد یافت. پولیو بیماری کشنده‌ای که تنها در سال 2023
6 مورد مثبت آن در افغانستان به ثبت رسیده. با موج بازگشت مهاجران افغان از پاکستان، اما احتمال شیوع این بیماری بیشتر از گذشته شده. از همین رو وزارت صحت عامه به هدف نابودی کامل این بیماری نهمین دوره کارزار واکسن پولیو را از امروز دوشنبه در 20 ولایت کشور آغاز کرد. نن دوشنبه ورځ د هیواد په نږدې 10 ولایتونو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به 18 میلیونه ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي. دغه کمپاین چې د څلور ورځې په ادامه لري، البته د هیواد په ختیځ ساحه کې البته په 23 ولسوالیو کې به د 23 دسمبر څخه پیل شوی دا تر 29 دسمبر پورې چې تقریبا دا به 2 ورځې هلته ادامه ولري. په نور ټول هیواد کې څومره چې 10 ولایتونه دي په هغه کې د څلور ورځو لپاره ادامه لري. این کارزار همچنین در 42 ولسوالی زون شرق به دلیل تحت پوشش قرار دادن کودکان زیر 10 سال از تاریخ 23 تا 29 دسامبر ادامه خواهد داشت. این واکسین پولیو هست که واکسین ویروس زنده ضعیف شده است، قابلیت تولید مرض را نداره، فقط معافیت طفل در مقابل مرض بلند میبره. اینجا هم واکسیناتورها از خانواده ها میخواهند تطبیق واکسین پولیو را جدی گرفته و مانع این پروسه نشوند. یکی از مسئلاتی که ما در ساحه داریم و مشکلاتی که همیشه از طریق تیمای ما در ساحه گزارش داده میشه و این است که اکثر خانواده ها فکر میکنند که واکسین به صحت طفلشان مضر است و یا هم فکر میکنند که واکسینی که در کلینیک ها است با واکسینی که در ساحه تطبیق میشه کدام تفاوت داره. خواهش ما از همشهریان عزیز همی است که لطفاً با تیم های واکسین در عقب دروازه تان همکار باشید. وقتی که در پشت خانه ها میگیم طفلکایتان برن واکسین کنیم، آنها میگن که می واکسین که میکنیم طفل ما شوخ میشن، مریض میشن و می واکسین باعث میشه که طفلکای ما فلج شوه. دکتران نیز بیماری فلج کودکان را ساری، خطرناک و کشنده خوانده میگویند دریافت واکسین های ضد این بیماری جهت سلامت کودکان حتمی و ضروری است. بیشتر اطفال میگیره زیر سن 6 ماه و بعد از او از 6 ماه گرفته تا 2 سالگی، از زیر 5 سال همه اطفال مصاب میشه. با این حال وزارت صحت عامه از برنامه های ویژه برای تطبیق واکسین پولیو در مناطق سرحدی کشور تا محو کامل این بیماری اطمینان داده است. با بازگشایی شاهراه سالنگ بهای مواد غذایی در پایتخت به گونه نسبی کاهش یافته. اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری نیز گفته هنوز این شاهراه برای تجارت‌های کلان باز نشده و با بازگشایی کامل این شاهراه نرخ‌ها در بازار کاهش خواهد یافت. برخلاف این تغییرات، مردم اما با گلایه از بهای بلند مواد سوختی میگویند هرچه زودتر باید بهای تیل و مواد گرمایشی در فصل زمستان کاهش یابد. شاهراه سالنگ یکی از بزرگترین مسیرهای مواصلاتی که 9 ولایت شمالی و 4 بندر تجاری را به کابل وصل می کند. شاهرگ اقتصادی که در تعیین نرخ بازار نقش کلیدی دارد. چنانچه در روزهای اخیر بهای مواد غذایی در بازارهای پایتخت به گونه نسبی کاهش یافته. در بازار امروز کابل یک بوری آرد 1620 افغانی، یک بشکه روغن 1180 افغانی، یک لیتر دیزل 63، پترول 76 و یک کیلو گاز مایع 53 افغانی به فروش رسید. در این عدد اونها را 1700 ما عرضه میکردیم به بازار، چون که بعد از راهی که سالنگ وا شده آل 1620 افغانی لا 1630 افغانی ما به بازار عرضه می نماییم. برخلاف این تغییرات، مردم اما رضایت چندانی از بازارها ندارند. آنان با گلایه از بهای بلند مواد سوختی می گویند با بازگشایی شاهراه سالنگ قیمت ها باید به گونه چشمگیری کاهش یابد. نه خیر نامده، چون 63 افغانی دیزل 10-15 روز پیش هم انداختیم، فکر کنم 4-5 روز میشه که رای سالنگ باز شده، همون 63 افغانی فعلا ما تیل میگیریم. خوراک نه چی تغییرات آمده، سرمایه‌دار چه غم غریب داره که بیاره تغییر خورا بیاره. با این حال شاهراه سالنگ هنوز بر روی تجارت‌های کلان باز نشده. اتاق تجارت و سرمایه گذاری می گوید با بازگشایی کامل این شاهراه قیمت ها به گونه قابل ملاحظه ای تغییر خواهد کرد. مسئله دیگه مسئله عرضه و تقاضا در بازار. در زمستان بخصوص سر مواد سوختی و محروقاتی
تقاضا بلند میره. وقتی که تقاضا بلند رفت طبیعی است که قیمت ها خود به خود افزایش پیدا میکنه و هرگاه امو یک معقوله اقتصادی است، هرگاه عرضه در بازار بیشتر شود قیمت ها کاهش پیدا میکنه. اینجا هم سخنگوی وزارت صنعت و تجارت با اشاره به اهمیت شاهراه سالنگ از نظارت و کاهش نرخ بازارها اطمینان داد. با باز شدن این جاده یک بار دیگر تجارت و ترانزیت به طور عادی جریان پیدا کرده که می تواند بالای کاهش قیمت های مواد خوراکه و مواد سوختی در داخل کشور اثر مستقیم خود را داشته باشد و در زمستان پیش رو انشاءالله که نرخها کاهش چشمگیری خواهد داشت. سخنگوی این وزارت همچنین گفته برنامه های مفید برای کاهش همه اقلام تجاری برای سهولت مردم در فصل زمستان روی دست دارند. و اینک بیننده چند خبر کوتاه باشید. برنامه جهانی غذا با نشر گزارش اعلام کرد سوی تغذیه هات در 25 ولایت افغانستان از حد اضطراری فراتر رفته و اوضاع در این کشور به شدت بغرنج است. این نهاد گفته حدود نیمی از کودکان زیر 5 سال و یک چهارم زنان باردار و شیرده به حمایت غذایی نیاز دارند. در گزارش این نهاد همچنین آمده تامین مواد غذایی یک نیاز جدی مردم افغانستان است، چرا که با بارش برف راه‌های مواصلاتی مسدود و مردم محلی گرفتار خواهند شد. سفیر پیشین بریتانیا در افغانستان گفته اختلاف اعضای شورای امنیت باعث شده که سازمان ملل در افغانستان، غزه و کشورهای دیگر جهان نقش مؤثر بازی نتواند. نیکلاس کی گفت وضعیت افغانستان نیازمند نقش فعالتر سازمان ملل است، اما به دلیل اختلاف نظر در شورای امنیت به سختی میتواند کار در افغانستان انجام دهد. و همچنین گفتند نقش آفرینی سازمان ملل در قضیه افغانستان نیازمند حمایت قدرت‌های شورای امنیت است. سرپرست وزارت داخله در دیدار با هیئت بنیاد صلح ساساکاوا از کشور ژاپن گفتند نیازهای بشری مردم افغانستان باید از مسائل سیاسی جدا ارزیابی شود. سراج‌الدین حقانی امروز دوشنبه در دیدار با این هیئت گفته وضع محدودیت‌ها بر افغانستان از سوی خارجی‌ها باعث فاجعه نیازهای بشری می‌شود. آقای حقانی تاکید نموده که مسائل سیاسی در دراز مدت با گفتگو، تفاهم و روابط دو جانبه قابل حل است. جشن عروسی 50 زوج بگونه دست جمعی در شهر کابل برگزار شد. این مراسم که سوی یک بنیاد خیریه با حمایت مالی خیرین برگزار شده بود، 50 زوج از ولایات مختلف در آن شرکت کردند. هدف از برگزاری این مراسم فراهمسازی زمینه ازدواج آسان برای جوانان، مبارزه با رواج‌های ناپسند و جلوگیری از مصارف بیجا گفته شده است. ذبیح الله شریفی گزارش می‌دهد. جشن عروسی 50 زوج به گونه دسته جمعی اینجا در شهر کابل. جوانانی که سالها عروسیشان به خاطر مشکلات اقتصادی معطل مانده بود. تلاوت قرآن کریم و سخنرانی پیرامون ازدواج آسان مطابق دستورات دین مبین اسلام از بخش‌های مهم این مراسم بود. برنامه‌ای که از سوی بنیاد صلاح با حمایت مالی خیرین و سرمایه گذاران برگزار شده بود. زد دوی دا دقا هر یو کورت جلا جلا ورگلی هم و خسران تای جلا جلا کورت ورگلی هم نواتی مورتکری در چو والواری ورگوش. نپویشم پکم ماده بانه الفاظو بانی خسران استاس سخمنا نواکم ها چو تاس زمان نواتی و منلا اولوال مورگوشی. دا اگر زمان دی چیز موش پا منزگری تو بند سل پا سل بند ودوار گفته بخشسته ویده. شماری از مقامات حکومت نیز در این مراسم حضور داشتند. از جمله معین وزارت امر به معروف که در مورد اهمیت عروسی دسته جمعی از دیدگاه اسلام صحبت کرد. فن اسلامی فرهنگ، فن اسلامی ثقافت، فن اسلامی کلتور، فن اسلامی کلچر و دور و پر خود زندگی کی باید بغتاز تعقیب کو لحبو پیدری و کو انشاءاللہ تعالی و دنیا و آخرت کی با سروی او عزت من بو. شرکت کنندگان این مراسم نیز از هر قوم و ولایت است. میگویند واجهای ناپسند باید کنار گذاشته شود تا جوانان برای تامین مصارف عروسیشان مجبور به ترک کشور نشوند.
زندگیشون آغاز میکنن، از طریق این سهولت و این کمک و مساعدت خیلی ها از نظر دین جایگاه بالای است و از نظر مردم، از نظر اجتماع، از نظر اقتصاد خیلی اهمیت مهمی دارد. با نهاده نشدن فرهنگ عروسی دست جمعی در کشور، حالا برپای همچی مراسم ها به آرزوی برخ جوانان تبدیل شده. خواستشان از خانواده ها و نهاده تقویت و گسترش این فرهنگ است. می یگانه آرزوی ما بود و امروزم بسیار خوشحال هستم که ما در مراسم عروسی دست جمعی شرکت میکنم. یه بسیار خوب است، بسیار اقتصادی. مونگ خپل ده خپل مشکلات وجه مونگ دیزه تراغلو مشکل و دو دره کالا سلو پینزه کالا کیگی چه وادم کرده و او دا وادولو پیسه مصرفم نلارلو. برای هر زوج 160 قلم لوازم خانه و لباس از سوی شرکت ها و خیرین با عنوان تحفه به جای جهیزیه تهیه شده است. عروسی دست جمعی از فرهنگ های پسندیده است که در سالهای اخیر در کشور به ویژه در پایتخت پررنگ شده است. با توجه به دستورات دین مبین اسلام و وضعیت اقتصادی خانواده ها، انتظارها این است که این فرهنگ بیشتر از پیش تقویت و گسترش شود. سبح الله شریفی، تلویزیون تمدن، کابل. ترازوی کنترل وسایط نقلیه توناژ بلند سوی ریاست فواید عامه ولایت غزنی افتتاح و به بهره برداری سپرده شد. این ترازو برای کنترل موترهای سنگین بار، جلوگیری از تخریب جاده ها و افزایش عواید ملی ایجاد شده است. نصب اولین ترازوی کنترل موترهای توناژ بلند اینجا در منطقه نانی در مربوطات مرکز غزنی قرار است. پس از این تمامی وسایط سنگین بار هنگام تردد از این مسیر وزن و کنترل شود. مسئولان ریاست فواید عامه غزنی میگویند به شمول ترازوی کنترل وسایط توناژ بلند چندین پروژه دیگر را نیز در مسیر شاهراه کابل قندهار تکمیل کردند که هزینه مجموعی آن حدود 380 میلیون افغانی برآورد شده. 380 میلیون اخیری د سکل لپاره موږ ته پلان کړی اوس دا به موږ مصرفوو. نو دغونه کار انشاءالله سوی ده. نو د بیا د خرابې د مخنیوي دپاره موږ د دغه ترازو وعده کړې وه. نو هغه ترازو الحمدلله چې نن افتتاح وسوه د جناب والد صاحب په حضور کې. ترازو کې یوه ګټه خپل عواید لوړول، دویمه اهمه ګټه د اولس دپاره دی چې هغه زموږ د لویو شاهراو د لویو سړکونو حفاظت دی. رانندگان و مردم نیز امیدوارند که نصب این ترازو علاوه بر جلوگیری از تخریب جاده ها در افزایش عواید ملی نیز نقش مؤثر داشته باشد. جلوگیری از بار اضافه روی سرک شود و سرک دوامش عمر سرک بیشتر باشد ایجاد میکرد که امید تک ترازو ها در سرک های ایجاد دید. دو عواید و پاساس با نمو تاس کول ایسو سه هم اغا مخت لگخت و سرکو بند سوای ده هغوی مخنیوی وکود اغا لتخریب وساتو او هم کول ایزو سنور انکشاپی کارونه او عبادی بجوری کود. والی غزنی نیز با تاکید بر حفظ و مراقبت جاده ها به ویژه شاهراه ها از بازرگانان خواست از اضافه وزن در وسایط نقلیه خودداری کنند. ما غفتنم و لدغور روارم خاص دغه ده سدوی هغه وزن معیاری وزن سکوم په دایمه دی وزارت طرف نه ټاکل شوی ده باید له هغه نه زیات نشي ځکه دوی ته دیم بل مشکل سره مخامخ کیږي او سرک ته هم له تخریب سره مخامخ. مسئولان محلی غزنی همچنان گفتند چندین ترازوی کنترل وسایط نقلیه با توناژ بلند را در چندین نقطه دیگر این مسیر نصب میکنند که در آینده نزدیک کار آن آغاز خواهد شد. بنیاد خیریه حضرت آیت الله العظما فیاض دامز الله برای 1000 خانواده نیازمند در ولایت بلخ مواد گرمایشی توزیع کرد. قرار است این بنیاد در زمستان امسال 12000 خانواده نیازمند را در سراسر کشور تحت پوشش کمکهایش قرار دهد. حالمان دین نیز با اشاره به وضعیت بغرنج اقتصادی از سایر نهادهای خیریه میخواهند نیازمندان را تنها نگذارند. کمک های زمستانی بنیاد خیریه حضرت آیت الله العظما فیاض دامز الله این بار در شهر مزار شریف قرار است برای 12000 خانواده نیازمند در سراسر کشور در زمستان امسال مواد گرمایشی توزیع شود که از این میان سهم ولایت بلخ 1000 خانواده است.
به ادامه کمک های بنیاد خیریه حضرت آیت الله العظما فیاض امسال برای زمستان برای افغان برای کل افغانستان 12000 خانوار مواد سوخت در نظر گرفته که توزیع شود که 1000 خانوار از این جمله برای شهر مزار شریف در حساب است که توزیع شود. ما امروز با کمک الله امروز با کمک دوستا امروز کمک های مواد سوخته را برای فقرا و نیازمندان شهر مزار شریف و اطراف شهر مزار شریف در حال توزیع هستیم. این کمک ها در میان اقوام مختلف کشور توزیع شده. دریافت کنندگان از کمک های بنیاد خیریه حضرت آیت الله العظما فیاض دامظله قدردانی نموده می گویند توان خرید مواد گرمایشی را نداشتند. آیت الله فیاض خیر تشکری کرد که من سر در زغال و مرسته در جمع مرسته کمک مرسته کنید. تشکری کرد در دست که من در زغال و در اوبوت و در دست وقت نلر و مرسته کمک کنیم و در دست خواهد تشکری کنیم. ما که غریب آدم هستیم روای زمستان است. یک چیز نداریم از طرف بنیاد آیت الله فیاض دماز دوغال کمک شدنی سردی خونکی از آرد ما تشکری دعای نگ میکنیم. تشکر میکنم از بنیاد آیت الله فیاض که در یه روز زمستان به ما مردم فقیر کمک کرده. خیلی ممنون. با رسیدن فصل زمستان و با توجه به فقر گسترده در کشور، عالمان دین از این کمک ها قدردانی نموده و از سایر نهادهای خیریه تقاضای همکاری با مردم فقیر را دارند. و در همه مسلمان ها همی هست دیگه که باید از همسایگان، از مردم، از جامعه خود ما با خبر باشیم. به این لحاظ هر مسلمانی نسبت به مسلمان دیگر مسئولیت داره نسبت به مو توانایی که داره و فقرا به نیازمندان شناسایی کنه و به اونها کمک نمایی از آموزه های دینی هست. بر اساس گزارش ها دست کم 16 میلیون نفر در زمستان امسال به کمک های فوری نیاز دارند. کمک هایی که اگر به موقع به آنان نرسد احتمال وقوع فاجعه انسانی دور از انتظار نخواهد بود. نیروهای هوایی اوکراین از ساقط کردن یک جنگنده روسی و 33 پهپاد و موشک در شهرهای مختلف این کشور خبر داد. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام خطاب به مردم اوکراین گفت روز شیطان شکست خواهد خورد. از سوی هم معاون شورای امنیت روسیه در واکنش به تضمین امنیتی اروپا به اوکراین اعلام کرد در صورت ایجاد پایگاه‌های نظامی خارجی در اوکراین روسیه به آن حمله خواهد کرد. درگیری‌های پراکنده در نقاط مختلف اوکراین از خرسون تا اودسا و دونیسک و چندین منطقه دیگر. درگیری هایی که در خرسون امروز دوشنبه جان 5 غیر نظامی را گرفت. نیروهای هوایی اوکراین اعلام کرده 31 پهپاد و 2 موشک از سوی روسیه شلیک شده بود را منهدم کرده. میلیون اوکراینی сьогодні чекають. در بحبوحه این درگیری ها ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در پیام خطاب به مردم این کشور گفت روسیه در نهایت در جنگ اوکراین شکست خواهد خورد و پیروزی از آن اوکراین است. امروز هدف مشترک ما، آرزوی مشترک ما همین است و دعای مشترک امروز ما برای همین است. برای آزادی ما، برای پیروزی ما، برای اوکراین ما، برای روزی که همه ما بتوانیم در یک سال صلح‌آمیز کریسمس در خانه دور هم جمع شویم. با وجود خوشبینی رئیس جمهور اوکراین، وزیر دفاع فنلند اما میگوید چشمانداز برای پایان سری جنگ اوکراین وجود ندارد. و این جنگ آینده تمام اروپا را تعیین خواهد کرد. اروپایی که به تازگی به اوکراین تضمین امنیتی داده و این قرارداد واکنش مسکو را به دنبال داشته است. دمیتری مدودوف معاون شورای امنیت روسیه میگوید این تضمین جز تک کاغذ و حرفی بیش نیست. او همچنین هشدار داد این توافقنامه ممکن راه را برای ایجاد پایگاه نظامی برخی کشورها در اوکراین باز کند، اما روسیه به آن حمله خواهد کرد. برخی کشورهای دیوان مانند انگلیس شاید تصمیم بگیرند پایگاه نظامی در اوکراین ایجاد کرده و دفاع از مرزهای این کشور را بر عهده بگیرند. در صورتی که پایگاه‌های نظامی خارجی در اوکراین ایجاد شوند، مسکو به آنها حمله خواهد کرد. با این همه روزنامه بلد آلمان مدعی شده روسیه قصد حمله به اروپا را دارد. این روزنامه افزوده ممکن است روسیه در زمستان پیشرو برای حمله به اروپا وارد عمل شود. مسکو هنوز به این ادعا واکنش نشان نداده. تا
توجه نمایید به پیش بینی وضعیت آب و هوای فردا. کابل آفتابی 10-2، بامیان آفتابی -1 -6، جلال آباد آفتابی 18-10، غزنی آفتابی 7 -1، قندهار آفتابی 19-4. کندز نیمه ابری 14-6، لشکرگاه آفتابی 22-7، مزار شریف نیمه ابری 14-9، نیلی آفتابی 8-1، هراد آفتابی 17-9. اسلام آباد نیمه ابری 28، تهران آفتابی 13-7، دبی آفتابی 28-22، دهلی ابری 23-8 و مکه آفتابی 31-23. در اخیر نگاه دوباره به سرخط مهمترین خبرها. فاز نهمین دور کمپاین واکسین پولیو در 20 ولایت کشور قرار است در این دور 8.8 میلیون کودک زیر 5 سال واکسین پولیو دریافت کنند. نن دو شنبه ورځ د هیواد په نږدې شلو ولایتونو کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شو. په دغه کمپاین کې به 8.8 میلیون ماشومان ته د پولیو واکسین تطبیق شي. و هشدار برنامه جهانی غذا از وضعیت بحران اقتصادی در افغانستان. این نهاد با نشر گزارش گفته سوی تغذیه ها در 25 ولایت افغانستان از حد اضطرار عبور کرده. با پایان بسای خبرین ساعت رسیدیم. شما می توانید بسای خبری ما را در چینل یوتیوب تمدن نیز تماشا کنید. سپاسگزارم از توجه شما. شب خوش. خدا نگهدار.